نشست علمی روزانه آیت الله صادق حسینی شیرازی روز شنبه 19 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با جواز دروغ در مسئله اصلاح ذات البین فرمودند از آنجا که دروغ حرام است شرط رفع حرمت آن در جایی است که انسان یقین داشته باشد که اثر داشته و اصلاح صورت خواهد گرفت یا حداقل احتمال تأثیر بدهد معظم الله در ادامه فرمودند اگر انسان یقین دارد که دروغ گفتن برای اصلاح ذات البین اثر ندارد از آنجا که انجام آن کار لغم و بیهوده است حرمت دروغ در چنین مواردی رفع نمی شود ایشان با اشاره به اینکه اصلاح در جایی لازم است که انسان برای نتیجه دادن تلاش می کند فرمودند در جایی که بدون تلاش ما موضوعی حل می شود در جایی که بدون تلاش ما موضوعی حل می شود یا یقین داریم که مشکل قابل حل است اصلاح کردن معنا ندارد بنابراین اصلاح زمانی لازم است انجام شود که اختلاف و نزاعی وجود دارد و ما برای حل آن باید اقدام کنیم آیت الله شیرازی با تاکید بر اینکه اصلاح به معنای محاوله از فرمودند اصلاح ذات البین به معنای تلاش کردن برای پایان دادن به اختلاف است لذا اگر بخواهیم احتمال تاثیر از موارد رفع حرمت دروغ خارج کنیم شاید خلاف ظاهر اصلاح باشد یعنی علل قاعده باید بگوییم که احتمال هم شامل این مسئله می شود البته احتمال باید اقلایی باشد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم ببینید اصلاح ذات البین اینجور نیست که همیشه آدم یقین داشته باشه این خواهد نتیجه داد مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم احتمال را هم شامل میشه اگر نه مواردش خیلی کم میشه شاید نادر باشه اخ اصلاح یعنی چی یعنی زن و نزاع دارن با هم یک دو تا برادرن یه مشتری و بایع نزاع دارن اون جایی که آدم یقین داره دروغ بگه اینا بینشون اصلاح میشه موارد زیادی نیست وقت بخ بخوایم ما احتمال را بزنیم این قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه بگیم احتمال هم هست بله هر جایی که یه موضوعی گفته شد باید احراز بشه اون موضوع این اما توش نگفتن که علم به اصلاح ده. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه ما حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 1273 بیننده نشست علمی باشید